یواشکی رفتم سراغ گوشی جاریم و با دیدن پیامی که به شوهرم فرستاده بود شوکه شدم. تعقیبش کردم و دیدم اسم من یاسیه. یعنی در از توی شناسنامه هم یاسمنه. اما از بچگی همه منو یاسی صدا میکنن. همه که میگم منظورم مامان و خواهرمه چون اصلا یادم نمیاد که بابا منو چی صدا میزد. پنج ساله بودم که یه روز رفتم توی انباری خونمونو همینطور که داشتم بازی میکردم شیر گاز منقل بابا رو باز گذاشتم و خونمون رفت رو هوا این اولین خاطره ای که از کودکین به یاد دارم راستش رو بخوا گاهی شک میکنم که این خاطره واقعا برای منه یا اونقدر همه اطرافیان اینو بهم به گفتن اینطوری تو ذهنم شکل گرفته خیلی سخته تو مراسم عزاداری بابات هر کی از را برسه بپرسه چی شد که اینطوری شد مامانه با گریه و زجه بزنه که یازی یازی رفته بوده توی انبار شیرگاز منقل و باز گذاشته بوده و همه با نفرت نگات کنن اما یه نفر نبود که بگه تقصیر خودش بوده که مواد میکشیده و بساتش رو در دسترس بچه گذاشته بوده یا اصلا از کجا معلوم توی نشگی خودش کار دست خودش نداده من هیچ موقع در مورد اون اتفاق نتونستم حرفی بزنم. انگار حرفی هم نداشتم. آخه دیگه هیچ چیز یادم نمیاد از اون روزا. من حتی از شدت فشار این حرفا حتی دیگه بابامو بیاد نمیارم. چه برسه به اینکه یادم بیاد چی منو صدا میزد. شایدم بابام مثل امو جلال که به دختراش خانم میگه به منم میگفته یا سمن خانم. نمیدونم واقعا. از همون موقع من دیگه انگار بچه نبودم. از همه بازی ها بعدم میومد. همش توی مغز کوچیکم با خودم فکر میکردم که نکنه الان بازی کنم و اتفاقی بیفته از موقعی که رفتم مدرسه خودم رو با درسام خفه کرده بودم حتی هیچ دوستی نداشتم چون همیشه این ذهنیت با هم بود که نکنه بچه ها بفهمن که من باعث شدم بابام بمیره و اذیتم کنن اونقدر میترسیدم از این اتفاق که هر کسی با هم صحبت میکرد و سعی میکرد به هم نزدیک بشه من جوابشو نمیدادم و این کارو باعث شده بود که بیشتر مسخرم کنن ولی خب چون قضیه مرگ بابام برام تبدیل به تروما شده بود همه اینا رو تحمل میکردم خلاصه این کابوس همیشه با من بود تا اینکه بزرگتر شدم یادمه اولین با 16 سالم بود که از کردم دوست دارم به یه مرد نزدیک بشم یکی رو داشته باشم که بابام باشه داداشم باشه یا هر چیزی که اون دوست داره ولی فقط باشه اون موقع شبا که مامانم میخوابید یواشکی گوشیشو بر میداشتم و میرفتم توی چت و با هر کس و ناکسی چت میکردم. اونجا حس عجیبی داشت. چون تنها جایی بود که من میتونستم از خودم و اون اتفاق حرف بزنم. اونم بدون که بترسم از ترت شدن. به خاطر همینم بود که بعدی دو سه ما چت کردن و یه علکی بالاخره با یه پسری به اسم آرمان دوست شدم. خنده داتری رابطه ی دنیا رو را انگار ما داشتیم. چون نه با هم تلفنی حرف می زدیم نه همو می دیدیم و فکر می کردیم عاشق تر از ما توی دنیا وجود نداره. شش ماهی با هم بودیم تا اینکه یه روز خیلی یهویی یه آرمان که اصلا نمیدونم واقعا اسمش آرمان بود یا نه منو بلاک کرد. دیگه هیچوقت نتونستم پیداش کنم. من حتی بعد از رفتن آرمان و این کات کردن یه طرفمون فکر می کردم احتمالا چون اوایل رابطمون من ماجرای فوت بابامو و براش تعریف کردهم، اون اینجوری شده و با خودش فکر کرده که من خطرناکم خلاصه بعد از این اتفاق من دیگه حتی به پسرام نزدیک نمی شدم اصلا اعتماد به نفسی برام نمونده بود که حتی توی فضای مجازی بخوام با دیگرون ارتباط بگیرم و به همین خاطرم باز دوباره رو وردم به درس و اونقدر خوندم که دانشگاه سراسری رشته پرستاری قبول شدم. اونجا با اینکه باز سعی میکردم با بچه ها ارتباط نگیرم ولی به خاطر رشتم توی شرایطی قرار گرفتم که دائم باید با دکتر شیفت و پرستارهای دیگه صحبت میکردم. و به خاطر تذکرای سرپرستار بخش که همیشه به هم میگفت باید با بیمارا خوش رو و اجتماعی رفتار کنی این موزل اجتماع گریزم خیلی بهتر و کمتر شده بود. سال آخری دانشگاه بودم که با محمد علی آشنا شدم. او رزیدنت جدید بخش بود و منه که هیچکس به چشم نمی اومد مجذوب رفتاراش شده بودم. محمد علی خیلی قلب مهربونی داشت. با همه فوق العاده خوش رفتار بود. با اینکه خودش رزیدنت جدید بود ولی به خاطر اعتماد به نفس و محبتی که داشت حتی رزیدنت های ترم بالایی رو هم حمایت میکرد و همه یه جورایی ازش حساب میبردن. چند هم که با هم توی شیف بودیم به هوای غذای نظری که از خونه برای همکارا برده بودم من کمرو و خجالتی سعی کردم برم جلو و باش ارتباط بگیرم. محمد علی اون روز اصلا چندان روی خوشی به هم نشون نداد. ولی به طور عجیبی از هفته بعد اون ماجرا همش پیگیر من و کارام می شد. یادمه اولین بار زمستون بود و من سرما خورده بودم. حالم بد بود و دیدم خیلی اصرار میکنه که برسونم خونه. من میدونستم محمد علی قلب مهربونی داره و به همه میخواد کمک کنه. واسه همین درخواستشو قبول کردم. البته اینو هم بگم که از خوشی داشتم پرواز میکردم. پیشنهاد محمد علی چنان انرژی به هم داده بود که اصلا مریضی مو حس نمی اون شب که من رسون خونه هیچی نگفت. ولی فرداش دیدم یه شماره ناشناس با هم تماس گرفت و وقتی جوابشو دادم محمدعلی بود. مثلا میخواست حالمو بپرسه. منم رو دروایسی رو گذاشتم کنار رو ازش پرسیدم که شماره ما از کجا پیدا کردی؟ اونم گفت که از همکارم توی بخش گرفته. از اون روز به بعد رابطه بهتر و بهتر شد. هر روز به بحانه های مختلف به هم پیام میداد تا اینکه به خودم اومدم و دیدم شبی نیست که محمد علی بعد از شیف منو نرسونه خونه و همو نبینیم و با هم حرف نزنیم همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد یه شب که داشت منو میرسون خونه از هم خواست شماره خونمون رو بهش بدم منم که کلا مثلا تو این باقا نبودم شماره رو دادم فرداش مامان محمد علی با خونمون تماس گرفت و قرار گذاشت برای خواستگاری بیان خونمون آخر همون هفته محمد علی با پدر و مادرش و دو تا و عروس بزرگشون اومدن خونمون. اون روز که مامان محمد علی با خونمون تماس گرفت، مامان و خواهرم پاشون رو توی یه کفش کرده بودن که الا و بلا باید عکس طرف رو نشونمون بدی و به ما بگین که این کیه. منم بزرگی که سعی داشتم پنهونش کنم خودم رو زدم به ندونستن و فقط گفتم که همکارم و عکسی ازش ندارم و رابطه در حدی سلام علیک بیشتر نبوده. چون تو خانواده ما هرچند که پدر نبود که بخوام از غیرت و تحصوبات بیجاشون بترسم ولی نمیخواستم که مامانم فکر کنه من یه دختر سبکسری بودم و بترس از آخر و عاقبت من ولی تا گفتم اسمش محمدعلیه. علیه حس کردم چیزی تو صورت خواهرم تغییر کرد انگار که گرد غم هست توی چشاش خلاصه اینا گذشت پنج به شب رسید شبی که محمد و خونوادهش اومدن خونمون مامانم سنگ تموم گذاشته بود از انواع و اقسام میوه ها بگیر تا باقلبه و شیرکاکاو و داغی که برای مهمونا تهیه کرده بود ولی بعد شانسی اونجایی بود که موقع ورود که مامان و خواهرم به استقبال مهمونا رفتن و به من گفتن تو آشپزخونه بمونم نمیدونم چی شد که همزمان به اومدن محمد علی و خونوادش دست خواهرم به گلدون جلوی در خورد و افتاد و شکست گن زد به اول مراسم من منم خور کرده بودم از آشپزخونه رفتم بیرون و چون کار از کار گذشته بود مجبور شدم همون روی خورده شیجه ها باهاشون سلام و احوال پرسی کنم البته خدا رو شکر کنم که اون شب کفش رو فرشی پوشیده بودم و عروس زخمی نشدم براشون به همه که سلام کردم محمد علی اونقدر تو خودش بود که با سلام داداشش حواسش جمع شد و زود دست گل و یه جورای انداخت تو بغلم اون موقع فکر کردم به قدری محب من شده و داره به عروسیمون فکر میکنه که حواسش برته از ذوق میخواستم قهقهه بزنم با تعارفات مامانم همه رفتن نشستن و من تازه تونستم خونواده شوهر آیندم و اسکن کنم مادر شوهرم یه خانم خیلی محترم و با اعتباد به نفس بود با اینکه خانم بود اما قد و هیکل خیلی خوب و بلندی داشت شاید چهار الا پنج سان با شوهرش اختلاف قد داشت من اونجا متوجه شدم که محمد علی قد بلندش رو از مامان و باباش به ارث برده. بابای محمد علی هم یه مرد خوشتیب و مهربون بود که من فهمیدم این اخلاق حمایتگر و حامی محمد علی به باباش رفته که به همه محبت میکنه. برادر بزرگترشم اسمش حسین بود و از آقایش هرچی بگم کم گفتم. چون از همون لحظه که برای شیر کاکاو داغ و تعارف کردم با یه لحن دوست داشتنی بهم گفت دست گلت در نکنه زن داداش و منم نتونستم جلوی پهن شدن لبخندم و بگیرم. حامد برادر کوچیکی محمد هم یه پسر بانمک و خجالتی بود و رسیدیم به جاری عزیزم. من برعکس همه ی دخترای فامیل که همیشه میگفتن خانواده شوهر اخ پیفه دوست داشتم باهاشون ارتباط خوبی بگیرم و از همون شب به جاریم جوری نگاه کردم که انگار خدا به من یه خواهر دیگه داده و از حقم نگذریم اونم اونقدر با ذوق و مهر و محبت با هم رفتار کرد که خیال منو از این مبت که پس فردا دشمنی بین صورت میگیره راحت کرد و در کل من اون شب عاشق خانواده شوهر آیندم شده بودم و یه جورایی روی ابرا بودم مامانم هم با یه لبخند به من نگاه میکرد و انگار داشت توی دلش از خدا تشکر میکرد بابت بخت بلندی که نصیب من شده بود اما آبجیم انگار حالش خوب نبود اون از من بیشتر استرس داشت و توی آشپزخونه همش خرابکاری میکرد. هرچی هم بهش میگفتم چرا اونقدر خودخوری میکنی و استرس داری؟ میگفت هیچی به خاطر خرابکاری جلوی در که گلدون رو شکستم استرس گرفتم. وقتی صحبت بزرگتر را تموم شد بابای محمد علی از مامانم خواهش کرد که ما بریم با هم حرف بزنیم و نوبت رسید به این که من محمد علی رو ببرم توی اتاقم و با هم به اصطلاح سنگامون بکنیم. محمد علی اونقدر تو خودش بود و آروم آروم پشت سرم راه می که من با تعجب برگشتم و ازش پرسیدم حالت خوبه؟ اونم انگار تازه به خودش اومد چون سریع و زده گفت آره و سعی کرد زودتر بیاد توی اتاق وقتی رفتیم توی اتاق من منتظر بودم بهم مبرازه علاقه کنه و بگه از این لحظه چقدر خوشحاله اما اون روی صندلی جلوی میز کامپیوترم نشست و گفت که انتظاراتت از همسر رو بگو منم با اینکه خودم رو برای این سال آماده کرده بودم ولی چون خیلی یهویی و بدون پیزمینه رفت سر اصل مطلب یکم خورد تو ذوقم اما سعی کردم به خودم مسلط باشم و انتظاراتم و از شوهر آیندم بگم اون شب هر چی من گفتم محمد علی فقط گوش کرد و آخرم فقط گفت که امیدوارم بتونم همونی باشم که تو میخوای و وقتی من ازش پرسیدم تو از من چه انتظاری داری بهم گفت فقط بهم دروغ نگو از اتاق اومدیم بیرون بابای محمد علی میخواست یک کم شوخی بازی در بیاره و یادمه که گفت خدا رو شکر مذاکرات پنج به علاوه یک به پایان رسید حالا دهنمون شیرین بکنیم یا نه من هم سرم و انداختم پایین و خیلی آروم گفتم هرچی مامانم بگه مامانم هم شروع کرد به دست زدن برامونو اما خواهرم رنگش پریده بود آخر شب که خانواده محمد علی داشتن از خودمون میرفتن قرار شد برای پنجشنبه هفته بعد بله برون خونه ما باشه و ده تا از بزرگترای خانواده اونا و ده نفرم از بزرگترای خانواده ما بیان برای تعیین مهریه و شیربه ها و اینکه ها بیشتر با هم آشنا بشن برای بله برون به عموم زنگ زدیم نگم از حرفایی که عموم بهمون به گفت که آره شما ما رو دیگه فامیل و آشنا حساب نمی‌کنید و از وقتی داداشم مرده ما رو هم کشتیم. اونقدر از این حرفا زد که من یه بار دیگه همه ترومایی کودکمو مرور کردم و با گریه ازش خواستم به خاطر شادی روح بابامم که شده پنجشنبه بیاد خونم و کنار ما باشه. بعد از اونم مامانم به داییم زنگ زد و خالمم که شیراز بود و نمیتونست بیاد. مامان بزرگم پیش خالم بود. فقط تلفنی به هم تبریک گفتن. همه حالمون خوب بود به غیر از محضا که مثلا خواهرم بود. نمیدونم چرا اون خوشحال نبود. هر بارم که ازش میپرسیدم موضوع چیه میگفت درسام سنگینه. محسا دو سالی از من کوچکتر بود و دانشجوی مامایی بود. اونم مثل من کودکی خوبی رو پشت سر نگذاشته بود و در کل دختره درونگرایی بود. با اینکه از وقتی دانشجوی رشته پرستاری شدم و ارتباطم بهتر شده بود و سعی کردم با محسا هم را به تمام نزدیک تر کنم اما دیگه دیر شده بود. انگار نشد که نشد. حالا که داشتم ازدواج می کردم و قرار بود که از این خونه برم و از محسا دورتر می با این حال محسام سعی نمی که از پیلش در بیاد و تو این روزا حداقل بهم نزدیک تر بشه. خلاصه با مامان و گاهی هم به اصرار مامان با محسا میرفتیم خرید و برای پنجشنبه چندی مدل فینگرفود و غذا درست کردیم و یه میز سرو دسر و میوه چیدیم. روز پنجشنبه شد و محمد علی و خانواده‌اش با دو تا و امه ها و خاله ها و دختر خاله هاش اومدن. عمو و دایی منم با خانواده هاشون اومدن. جمعمون خیلی خوب بود تا اینکه نوبت رسید به تعیین مهریه و شیربه ها و جهیزیه که باید تهیه کردیم. من خودم برام مهم بود که مهریه قابلی داشته باشم چون میدونستم هر چه قدم که شوهرم خوب باشه اما مهریه حق زنه و میتونه یه تکیگاه محکم باشه برای آیندهش. اما که اونقدر برام مهم نبود که راضی به بحث کردن و چونه زدن سر بالا و پایین کردنش باشم چون اونجوری حس کالا بودن و خرید و فروش بهم میداد و از بعد ماجرا عموی من با عموی محمد علی به اختلاف نظر خوردن و انگار اومده بودن سیب زمینی پیاز بخرم برای یه غیرون دوزا چونه میزدن و بحث میکردم اونقدی که خود محمد وارد ماجرا شد و به اموش گفت که هرچی اموی ایشون بگه مهریه من شد 214 تا سکه بهار آزادی و جهیزی هم شش از اسباب منزل مثل یخچال و ماشین لباسشویی و سرویس چوب و تلویزیون یه تخت فرش و گاز و فر افتاد به عهده داماد و بقیه وسایل افتاد به عهده ما اون شب به گفته بابای محمد علی بین من و محمد علی یه سیغه محرمیت موقت خوندن تا برای آزمایشات و خریدای قبل عقد راحت باشیم و مراسم عقدمونم شد واسه نیمه شعبان که یه ماه دیگه بود اون شب جاریم و دختر امی محمد علی من دوره گرفته بودن و با شیطنتاشون یه عالم سرخ و سفیدم کردن از اون روز به بعد رابطهم باهاشون خیلی تر شد وقتی که مهمونی تموم شد و من مشغول جمع کردن وسایل بودم رفتم محصا رو صدا بزنم تا بیاد کمکم کنه که از پشت در اتاقش صدای گریهش رو شنیدم فهمیدم خواهر درونگرای من واسه دوری من داره گریه میکنه تصمیم گرفتم خلوتش رو به هم نزنم آخر شب انتظار داشتم که محمدعلی علی به هم پیام بده و دلش به یکم شیطنت کنه اما حتی مثل شبای قبل پیام شب خیرم به هم نفرستان. اون شب گذشت ما پس فرداش که شنبه بود رفتیم آزمایشگاه و آزمایش دادیم محمد علی خیلی سرد بود منم این سردیش رو گذاشتم پای خوب نبودن حالش و چیزی هم نگفتم اما فرداش باهاش تماس گرفتم و گفتم اگه میتونه بیاد دنبالم تا با هم بریم سر مزار بابا چون میخوام دامادشو بهش نشون بدم محمد علی هم یه مکس طولانی در جوابم کرد و بعدم گفت فردا صبح میاد دنبالم که بریم فردای اون روز رفتم سر مزار بابا ما تا میتونستم گریه کردم. انگار این بغز چندین و چند ساله رو شکستم و بالا آوردم. خلاصه که برگشتیم خونه و از اون روز به بعد همش درگیر خرید جهیزیه و کارای مراسم شدیم. با اینکه مامانم تمام این سالا شاغل بود و توی یکی از معروفترین رستورانه شهرمون کار میکرد و آشپز بود اما اوضاع مالیمون اونقدری خوب نبود که از پس این همه هزینه یهویی برای جهیزیه و مراسم من برپیان. بیاد. واسه همین خودم پیگیر وام ازدواج شدم. اما اون وام لعنتی زامن احتیاج داشت و منم هیچ زامنی نداشتم. با مامانم که در میون گذاشتم راجب به زامنم با اینکه تردید داشت ولی پیشنهاد داد بریم پیش پسرموش و ازش خواهش کنیم تا زامن وام ازدواجمون بشه. پسرموی مامانم مرد پنجاه ساله ای بود که از همسرش جدا شده بود و یه پسر از اون داشت که چند سالی مهاجرت کرده بود در منستان و خودش تنها زندگی می کرد. اما از اونجایی که قدیما میگفتن عقد پسرم و دخترم و رو تو آسمونا بستن پسرم یه مامانم عاشق مامانم بود ولی تا به خودش میاد میبینه به عقد توی آسمونا انگار اعتباری نیست و مامانم و شوهر دادن و بعد از فوت بابا اون دیگه خودش سن و بچه داشت و کارش هم نمیشه کرد. اما تو این پنج سال اخیر که از همسرش جدا شده بود دائما پیگیر مامانم بود و پیغام و پسگامایی هم داده بود. تا دا اونجایی که من در جریان بودم و خبر داشتم مامانم گفته بود نه. یه روز بعد از روزه خونه عموی اموی مامانم پسرموش خواست به اصرار که ما رو برسونه. همون حرفای همیشگی و زد و مامانم خیلی عصبی شد. گریش گرفت. وقتی رفتیم خونه بهش گفتم مامان ما که دیگه بزرگ شدیم و شما زحمت همه چیز واسه ما کشیدی چرا یکم به خودت فکر میکنی؟ خواهش میکنم به پیشنهادش بیشتر فکر کن مامانم هم گفت بعد بابات حاضر نیستم که سر به بالین هیچ مرد دیگه ای بذارم اما بعد که بیشتر با صحبت کردم و ازش خواهش کردم که یکم به فکر خودش باشه گفت از حرف مردم میترسم اگه قبلتر میخواستم باهاش ازدواج کنم میگفتن زیر پای پسراموش نشسته تا زنش رو طلاق بده حالا اگه بخوام این کارو کنم میگن منتظر بوده یکم دختراش بزرگ بشن و برن دنبال زندگیشون تا خودش بتونه راحت بره به عشق و حالش برسه خلاصه هرچی من گفتم مامانم یه چیز دیگه گفت حالا به همین خاطر که پسرموش دوباره حرفای قدیمی رو وسط نکشه تردید داشت برای رو انداختن بهش اما هر طوری که شده خودش رو راضی کرد و با هم یه آژانس گرفتیم و رفتیم پیش پسرموش تا وارد شدیم پسرموی مامانم اول تعجب کرد ولی بعد گل از گلش شکفت که چه عجب سری به فقیر فقرا زدی حالا یکی نبود بهش بگه تو فقیر فقرایی یا ما که گیری زامن پیزوری هستیم با هر بدبختی بود من و مامانم سر صحبت رو باز کردیم و مامانم گفت که من دارم ازدواج میکنم و حالا برای وام ازدواج زامن احتیاج دارم. در کمال تعجب که فکر کردم شاید منت بذار سرم یا بخواد دوباره پیشنهادش رو به مامانم تحمیل کنه گفت چه عالی حتما هر کمک از دستم بربیاد براتون انجام میدم و به طور واضحی از اینکه ازش کمک خواستیم اونم بعد از این همه سال خیلی خوشحال شد و همینو هم به مامانم ابراز کرد بعد از اونم یه قرار گذاشت با دوستش که رئیس بانک بود و قرار شد فردا صبح برای کارای وام ازدواج من هممون بریم اونجا من واقعا خوشحال بودم از خونه پسرموی مامانم که اومدیم بیرون همش میخندیدم و قربون صدقه مامانم و پسرموش میرفتم واقعا خدا رو شکر میکردم چون با گرفتن این وام ازدواج میتونستم اون وسایل برندی که میخواستم و بخرم و یه مراسم باشکوهتری داشته باشم به قولی که از دوستام شاید خانواده ما زیادی تجملاتی باشه ولی اصلا بدون این بریزو به پاشا من نمیتونستم آرامش روحی و روانی داشته باشم. شاید اگه بچگی احساس کم نداشتم اونقدر نمیخواستم خوب بودنم و توی هر مقطعی به همه ثابت کنم. میدونین بعضی چیزا هر کاری کنی جبران نمیشه. مثل نداشتن پدر. کم داشتن کسی مثل برادر. شاید همه مثل من نباشن. البته که قطعا آدما همیشه مثل هم نیستن و استثنا وجود داره. ولی وقتی اینا رو نداشته باشی تو مقادیر دیگه همش میخوای اول باشی تک باشی خاص باشی بهترین باشی از همون کلاس اول دبستان این اتفاق افتاد که اونقدر درس میخوندم که دختر زرنگ خانم معلممون باشم و توجه همه به من باشه سالهای بعدی هم همینطور هر سال شاید اول کلاس بودم حتی یادمه چند سال بعد که بچه ها میتونستن در شورای مدرسه شرکت کنن من اون زمان حتی هر سال توی رگیری های شورای دانش آموزی مدرسه شرکت میکردم ولی چون همیشه خیلی درونگرا بودم و هیچ دوستی هم نداشتم رأی نمی آوردم. البته که اگه رأی هم می آوردم شورای دانش آموزی مدرسه بودن به دردم نمی خود. چون اون موقع اونقدر من استراب اجتماعی داشتم که نمیتونستم یه آدم فعال و با اعتماد به نفسی باشم. اما همیشه دنبال توجه و تحسین و تشویق دیگران بودم برای همین جوری رفتار میکردم که همش نگاه به سمت من باشه از درس خوندن گرفته تا ادب و رعایت احترام و طرز لباس پوشیدنم یه موقعی تمام پولای تو جیبی و کارکردای کوچیکم و میدادم که فلان لباس و کیف و کفش مارکو داشته باشم و با اینکه فشار زیادی رو اصلا پشیمون نبودم خلاصی بگذریم فردای اون روز کارای وامو انجام دادیم و در عرض یه هفته پول وام ازدواجم به حسابم اومد. شروع به خریدای جهیزیه کردیم و گاهی با محمد علی برای دیدن تالار برای مراسممون میرفتیم. توی این مدت رفت آمد پسرموی مامانم به خونمون بیشتر شده بود. اونم به هوای کمک توی رفت آمدمون و اووردن وسیله های جهاز من. بند خود از کارو زندگی زده بود و میومد خونه ما که کارای ما رو انجام بده. البته من متوجه نگاهی های زیر چشمیش به مامانم می شدم. اما داشتم خودخواهانه فقط نفع خودم و از این ماجرا می دیدم. دو روزی مونده بود به مراسم عروسیمون که مادر محمد علی با مرزی جاریم اومدن خونمون تا تو درست کردن گیفتای مراسم بهم به کمک کنن. من و محصا قبل از دانشگاه یه دوره شمسازی دیده بودیم و قرار شد برای مراسم من توی جامعه پای بلند شم تر اقیانوسی بریزیم و به مهمونامون هدیه بدیم. مامان محمد علی و مامانم توی پذیرایی داشتن صحبت میکردن و ما دخترام توی اتاق بودیم که یهو مامان محمد علی مرزیه رو صدا زد. مرزیه جما رو تو سفره گذاشت و بلند شد. اما گوشیشو که داشت تون تون چیز رو تایپ میکرد رو بدونی که صفحه قفلش رو ببنده گذاشت روی میز و نبرد. نمیدونم اون روز خوشبخت بودم که حواسم پرت گوشی شد یا بدبختترین عروس دنیا. چون دقیقا تا مرزی از اتاق رفت بیرون پیامی اومد روی گوشیش و اسم محمد علی توجه منو جلب کرد. صدفایی روی شما رو ریختم روی سفره و یواشکی رفتم سراغ گوشی جاری. با دیدن پیامی که به شوهرم داده بود شوکه شدم. نوشته با شب بیا پیشم. من می دونستم که حسین معمولیته و جاری مرزیه این روزا تنهاست و قرار بود حسین خودش رو به روز مراسم برسونه. اما الان دو روز مونده بود به مراسم ما و این نوع پیام همه حسای بد و افکار منفی رو توی مغز من زنده کرد. بعد از رفتن مامان محمد علی و مرزیه سعی کردم بیشتر کارا را به محصاب بسپرم و هر طور که شده به هوای پروی دوباره ی لباس ساعت نوی شب از خونه بزنم بیرون. با اینکه معصوم این روزا خیلی حواس پرتر از گذشته شده بود و همش سرش توی گوشی بود ولی بدون سوال و چونه قبول کرد اون شب با یه استرس کشنده رفتم دم در خونه مادر شوهرم جاریمو تعقیبش کردم تا رسید به یه خونه تا ماشین محمد علی رو جلوی در دیدم که از ماشین پیاده شد و با جاریم رفتن بالا انگار دنیا روی سرم خراب شد هر کاری کردم نتونستم صبر کنم و رفتم جلو زنگ در رو فشار دادم مرزیه با یه حالت شوکه پشت آیفون اومد و با که از من دید سری در خونه رو واسم باز کرد با نفرت و اشکایی که روی صورتم خوش شده بود رفتم بالا و صدای محمد علی رو شنیدم که سعی میکرد آروم صحبت کنه و ناله میکرد که مرزیه تو رو خدا به کسی چیزی نگو مرزیه هم میگفت محمد علی من بهت اختار داده بودم که دوتا دوتا نمیشه نمیذارم این عروسی سر بگیره تا محمد علی رو دیدم با دستام فقط سعی داشتم که مش بزنم به شونه و سینش. اونم شوکه فقط نگاه میکرد. جیغ میکشیدم و میگفتم نامرد و هزار سناریو از خیانتش با زنداداشش جلوی چشم بود. تا مرزی دستم رو کشید که منو ببره عقبتر نگام بهش افتاد و حمله کردم سمت جاریم. یه جوری هلش دادم که خورد به میزسلی شیشه یه وسط مبلای پذیرایی و با کمر خورد زمین. هر حرفی که به دهنم رسید بهش گفتم. که یهو محمد حلم هلم داد کنار و رفت سمت مرزیه من اونجا تازه چشم به خونه جاری شده زیر پاهای مرزیه افتاد و حس کردم الانی که از ضعف و فشار بیهوش بشم و چشام سیاهی رفت وقتی به اوش اومدم تو بیمارستان بودم و مامانم با صورت سرخ شده از گریه کنار تختم وایساده بود تا اومدم بپرسم چی شده مامانم شروع کرد به خودش زدن و گفت که یاسی تو چی کار کردی؟ چی کار کردی دختر؟ من خودم که ایم گرفته بود. از مامانم پرسیدم تو رو خدا بهم بگو جریان چیه؟ اونم برگشت و گفت تو بچه این مرزیه رو کشتی؟ اینو که شنیدم سرمو از دستم کندم و پا برهنه تو بخش زنان دویدم. با هزار گریه و پرسجو خودم رو تو اتاق مرزیه انداختم. گفتم بگو ماجرا چیه مرزیه؟ اونم گفت دو سال پیش محمد علی با محسا وارد رابطه شده بودن و سر یه کلکل علکی و دعوا محمدعلی علی لج میکنه و برای سوزوندن محسا سعی میکنه به من نزدیک بشه و میاد خواستگاری من وقتی جاریم این قضیه رو میفهمه چون محمدعلی رو مثل داداشش دوست داشته سعی میکنه اون از این را دور کنه و قانش کنه که باید یکی رو انتخاب کنه یا محسا یا منو که اون شب من سر میرسم و زود قضاوت میکنم و با هل دادنم باعث میشم که بچه دو ماه و نیمه مرزیه و حسین سق بشه حسینم که یهویی سر رسیده بود عصبی شد و گفت که از من شکایت میکنه منم فقط گریه میکردم اونم واسه اینکه جاری بیگناه هم با دستای من بچهش رو از دست داد و تازه فهمیدم دلیل اون کارای خواهرم یه درونگرایی ساده و استرس خواهرانه نبوده و تو همه این مدت با نامزد من رابطه داشته و سعی نکرده بود که حداقل صادقانه با من این موضوع رو در میون بذاره الان که به اون روزا فکر میکنم به آب رو ریزی که توی فامیل و در همسایه برامون پیش اومد به مراسم مجللی که به هم خورد و یه عالم ضرر به ما زد به جعیزی که یه سال الان تو انباری و به رابطه خواهرانه که از هم پاشیده شده و منجر به خوابگاهی شدن من و دوری از شهر و دیارم شده فکر میکنم میبینم هیچ چیزی ارزش این اتفاقات رو نداشت شاید اگه محسا از همون روزی که برام خواستگاری اومده بودن به جای گری کردن درباره رابطه مخفیانش با محمد علی به من همه چیزو رو میگفت من از همه چی پا پس میکشیدم و این فاجعه رخ نمیداد و هیچ وقتم مدیون مرزی و حسین نمی شدم و دوباره این ترموی قاتل بودن برام رقم نمی خود. اما صد حیف که همه چی خیلی زود دیر میشه. همراهان عزیز از اینکه تا انتهای این داستان با من همراه بودید از شما سپاس گذارم و ممنون شم که با لایک و کامنت گذاشتنتون از ما حمایت کنید و اگه ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب کنید و کلید زنگوله فشار بدید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید ما با خبر بشید روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم همراهان عزیز چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید